جامعه ای که باورش نمیشه، حضرت میفرمان سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان طرق السما، بگید من از آسمون بشر خبر نداشت. امروز هم بشر از آسمان خبر نداره. حالا با این تلسکوپ ها و وسائل و اینا یه ذره این اطراف زمین رو ما میبینیم. اونایی که خیلی دوره، در تعبیر قرآن سماع دنیا آسمان پایین تره، یعنی همین دوروبر خودمونه. این زین السماء الدنیا، این آسمان دنیا نیست، اینجا دنیا صفت سماعه، یعنی آسمان پایین تر. این دوروبر ماست، این ستاره ها و کهکشان. اینه دم دستی ها، دم دستی هاست. اول حضرت فرمود اون زمان از طرق آسمان از من بپرسید، یکی بلند میشه مثلا آها تعداد محاسن من چقدر مسخره کنه، چون اصلا فاصله انقدر زیاده، واسه سطحشون این نبوده، باور نمیکرده. همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی معجزاتی داشت، وقتی قرآن رو بیان میکرد، گاهی کفار یواشکی گوش میدادن، زار زار گریه میکردن و گفتن نعوذ بالله، عجب ساحریه که ما رو هم سحر کرده. اصلا فکر نمیکردن. اینا شعرهای خودشونو که راجع به شراب و زن و اسب و فلان و فسق و فجور بود و همش میخوندن و کیف میکردن، اهل ادبیات هم بودن، دیگه تعجب میکردن حالا یه کلمات یه نفر بخونه به جای طرب انگیز بودن و فسق و فجور و حرفای ناشایست و غیر اخلاقی که موج میزد در شعر جاهلی، بسیار بی اخلاقی فراوانه در شعر جاهلی، یه نفر حرف داره کلماتی میگه، یعنی باور نداشتن کلمات خداست و اینا گوش میکردن زار زار گریه میکنه. چرا من گریه میکنم؟ سحر شدم پس. یعنی نه افق پایین بود، وقتی میدید تغییر کردن که لابد سحرم کرده. همین سر امیرالمومنین سلام الله علیه هم بود، وقتی میدیدن سخنانی میگه که حتی مثلا یه نفر گفتش خدا بکشدش چقدر بلیغه، مثلا نعوذ بالله که انه سحرمون میکنه یا دروغ میبنده. حالا دروغ چیه؟ سطح این انقدر پایین بود. خب بپرسید هر چی میخواد بپرسید، به جایی که بپرسن سخنان یا سوالات تمسخرآمیز میکرد. حضرت میخوان بگن که آقا چه اتفاقاتی افتاد و ما به حکومت رسیدیم، چه معضلاتی باعث شد حکومت به این مسیر بیفته، میخوان تحلیل کنن، تحلیلی که به ما هم برسه. از طرفی امیرالمومنین سلام الله علیه میخوان اون فکر رایجی رو که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک فضای کاملا ملتهب و اتفاقی، یه اتفاقات از پیش تعیین نشده ای رخ داد، کسی طراحی نکرده بود، کسی تمهید نکرده بود، مثلا و مثلا فرض بفهم به صورت خیلی طبیعی بعد از پیامبر اکرم مردم دیدن چه کار کنیم، یه نفری رو به عنوان حاکم انتخاب کردن بدون برنامه‌ریزی قبلی. یعنی این تو جامعه تبلیغ میشد، اینی که یکی از حاکمان رو بعد از پیغمبر گفته که بیعت با خلیفه فلته بود، این خیلی چیز عجیبیه. ببینید مثلا هیچ وقت در نظام ما مثلا نمیگن بیعت مردم با امام خمینی فلته بود، یعنی یه کار شتاب زده یه فکر نشده ای که منجر به پشیمانی میشه. کسی میگه؟ نه. یه انقلابی حداقل هرگز این حرفو نمیزن. میگه سال 68 مثلا خبرگان در یه فلته ای رهبر معظم انقلاب انتخاب، هیچ وقت نمیگه. چرا باید یه خلیفه ای راجع به خلیفه دیگه ای که همه در یک جبهه هستن بگه این بیعت با او فلته بود، یعنی شتاب زده، فکر نشده و منجر به پشیمانی؟ خب خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ علت و سر این بود، اونها تحلیلشون این بود که بعد از پیغمبر هیچ برنامه‌ریزی نیست، ناگهان در این مشکلات گرفتاری شد، یهو برق اینجا میره، فردا فهمید مجبور شدن چراغ گرسوز بیارن اینجا ما با هم صحبت کنیم. یه اتفاقه. اما اگر ماجرای بعد از پیغمبر اتفاق نباشه، برنامه ریزی شده باشه، یعنی زمانی که رسول خدا در قید حیات بودن، در بستر بیماری بودن، عده‌ای دنبال تمهید شرایط تصدیگری بودن، اگر این فرضیه باشه که شیعیان متمایلن،
خب اون وقت خیلی اوضاع عوض میشه. زمان حیات پیامبر به جای اینکه کسی بره با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مشورت کنه، از ایشون دستور بگیره که دستوراتم روشنه و قدیر فراموش نشه، یه کار دیگری بکنه، مقدماتی رو آماده کنه، تواطع زمین سازی بکنن. خب این دو تا مسیره و دو تا نگاهه. اون جریان که میگه بیعت فلته بود، دنبال درسته که با فلته آسیب میزنه، یعنی در واقع شأن اون خلافت رو پایین میاره، اما در صدد دفاعه که هیچ برنامه‌ریزی نشده. تازه ما اومدیم مشکلی رو حل بکنیم. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در سال 38 در لفافه با ادبیات رمزی، بله، در قالب پوشش و تقیه دارن اون برنامه ریزی نشدن را نقد میکنن که انه برنامه ریزی شده بود. توجه میکنید منطقه بسیار نرم و لطیف و تا میتونن لایه لایه سخن میگن که مردم عادی قدری بفهمن، تیزهوشان و خواص بیشتر بفهمن، که حضرت هم از او سوال شده پاسخ رو یه حدی داده باشن و کاملا باز نکرده باشه. یه عزیزی نوشته بود چرا کل متن نامه رو نمیخونید؟ خب یکیش اینه که طولانیه، یکیش این توضیحات رو لازم داره. بله. اینجور نیست که ما بخوایم یه جمله شو نخونیم مثلا حذف کنیم. شرایط و زمان و مضیقه های ما و فرصتمون اجازه نمیده. هر چیزی یه اقتضائاتی داره دیگه. بله. بله. حضرت میفرماد که خب من وقتی بعد از پیغمبر حاکمی اومد، حالا اولش برنامه‌ریزی نشده فرض کنیم، خب وقتی دو سال گذشت ایشون از دنیا رفت دیگه قاعدتا باید برمیگشت سر جاش همه چیز، ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد یعنی دو سال بعد که دیگه فتنه نبود، التهاب نبود، درگیری عروج ملکوتی پیغمبر نبود جامعه اسلامی، اونجا که دیگه بهانه برای فلته و شتاب زده عمل کردن نبود، ولی بازم سراغ من نیومدن. بعد حضرت میاد جلوتر میفرماد بعد نفر دیگری آمد، حکومت کرد، کارهایی کرد، بعضی کارهاش خوب بود، بعضی کارهاش محل نقد بود. این حضرت با احتیاط سخن میگن، از کنارش عبور میکنن. بعد میفرماد که تا اینکه و خودم میگفتم دیگه قاعدتا اگر قرار بر این باشه برگردن سر جاش، لن یعدلها عنی، نباید دوباره من رو کنار بذارن دیگه. خب میگیم آقا 12 سال گذشته، دیگه هر التهابی بوده خوابیده، جامعه اسلامی یک پارچه است، برگردیم خلافت را به صاحبش برگردونیم. ولی فجعلنی سادس سته، منو کنار 5 نفر دیگه قرار دادن، شدم ششمی تو این 6 نفر. یعنی چه؟ یعنی این که یه وقتی من میخوام آقای شریعتی رو تخریب کنم، فحش میدم، عذر میخوام، جسارت میکنم، بهتان میزنم. یه وقتی میگیم خب ببینیم برای این برنامه آقای شریعتی مناسبه یا کاشانی برای اجرا مناسبه یا یکی دیگه هم که مثل من اصلا تا حالا هیچ کنم، نه من اجرا کنم. این عملاً شما یه وقت شما رو کنار کسان قرار میدن که هم سطح شماست تو اون موضوع و فن، یه وقت شما رو با یه آدمی که تا حالا این کارو نکرد، خیلی با برای این کار برای مثلا کاپیتانی تیم ملی فوتبال فلان بازیکن یا کاشانی، سن من 40 سال، اقتضاش فلان، وزنم، اینا اصلا فوتبال حرفه‌ای تا حالا بازی کردم نکردم، این عملاً اون شخصو چیکار می‌کنه؟ یعنی او رو میاره پایین. بله. و دیگران رو هم دوچار توهم میکنه. اصلا این شورای 6 نفره که شکل گرفت، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، هیچ وقت این 5 نفر در تصورشون، در توهمشون، در آرزوهاشون، در خواب نمیدیدن که اینا عدل و عرض امیرالمومنین کنار علی قرار بگیرن، کنار امیرالمومنین، و بعد بررسی کنیم این یا آن. هیچ وقت فکر نمی کردن. حضرت می فرماد خود این به من ستم شد که منو کنار دیگران گذاشتن، و افرادی مثل سعد بن ابی وقاص دیگه بعد از این دیگه از اوج آسمان همه را نگاه می کردن، اینا رو جمع کنار. و حالا اینجا نگاه کنید حضرت چی می فرماد.
فرمود که خب باز این شورای 6 نفره هم حضرت داره تحلیل میکنه تا برسیم به این که دارن میگن چی شد چی شد چی شد که امروز اوضاع اینجوری شد. روی رویه ها دارن اشکال میکنن. حضرت فرمود که خب این شورا که تشکیل شد، یه وقتی مثلا فرض بفرمایید ما یه مجلسی داریم، مجلس شورای اسلامی، و مثلا مردم رأی دادن یه قانونی رأی میاره یا نمیاره، خیلی از پیش یاد نشه حدس زد. بعد حالا اینا مردم رأی میدن، فرض کنید یه مجلس 6 نفره شورای درست میکنن، چینش شورا به گونه یه که از توش نمیشه امیرالمومنین بیرون بیاد، به ویژه که برای عبدالرحمن ابن عوف حق اضافی هم در نظر گرفته شد. امیرالمومنین هم اگه شرکت نکنه میگن خودش اصلا هر کاری کردیم نیومد در حکومت، شرکت کنه میاد و توی این شورا شکست میخوره. عدل اینا نبود، حالا شکست هم باید بخوره. در بعضی نقل هم تهدید کردن حضرت که باید شرکت کنه و خلاصه حضرت شرکت میکنه. شرکت میکنن، بعد ببینین چی میگن. بحث اینه که طراحی وجود داشت برای اینکه علی ابن ابی طالب به حکومت نرسه. یعنی اگر خلیفه سوم کشته نمیشد، آقا خلیفه چهارم هم نمیشد امیرالمومنین، یعنی مردم نمیرفتن سراغ حضرت، چون بنی امیه رها نمیکردن کار. حضرت فرمود که فما این شورای 6 نفره تشکیل شد، فما کانوا لولایت احد اشد کراهیت منهم لولایتی علی، اینا حاضر بودن هر کسی مسئول و حاکم باشه جز من، از هیچ کس بیشتر بدشون نمیومد خلیفه بشه به اندازه من، پس معلومه تو این شورا من به مسئولیت نمیرسم. برای همینم سراغ بهانه گشتن که کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره دو خلیفه اول، که اساس همون، اگه سیره دو خلیفه اول همون کتاب خدا و سنته که حرفی نیست دیگه، قید اضافی برای چی؟ برای اگر غیر از و اگر اینه؟ اونم نیست که به چه جهت من بخوام شبیه اونو عمل کنم وقتی کتاب و سنت وجود داره. بعدم بگن خودش نپذیرفت، شرطو نپذیرفت. عبدالرحمن ابن عوف بگه خب من میخوام احتیاط کنم، بعدم به کسی سپرده شد که هر سه رو نتونست عمل کنه، نه کتاب خدا، نه سنت پیغمبر، و نه حتی سیره شیخین. حضرت فرمود اینا بدشون میومد که من به مسئولیت برسم. فکان و یسمعون نینده وفات رسول، دیده بودن که من وقتی پیغمبر از دنیا رفت احتجاج کردم، گفتم بابا ما اهل بیتیم، ما احقیم، شایستگی، اصلا شما علمشو ندارید، بازی با جانتون، با آخرتتون نکنین. یه بچه‌ای با کبریت بازی کنه میگم با جونت بازی نکن. کسی بیاد با تو خلافت پیغمبر، یعنی در سرنوشت تا حالا 1442 سال میلیون ها و میلیارد ها مسلمان، یه نفر ورود کنه، این خیلی کار خطرناکه. این 100 بار خودسوزی کنه اینقدر خطرناک نیست. من نگران بودم، گفتم آقا ما اهل بیتیم، ما میفهمیم، بلدیم، وصایت داریم، علم داریم. خلاصه گوش نکردن. نفری رو انتخاب کرد شورای 6 نفره. بعد به من گفتن که حلم فبایع و الا جاهدناک، بیعت کن وگرنه باهات میجنگیم میکشیمت. حضرت میخوان بگن یک بار دستهای منو کجا بستن بعد از پیغمبر اکرم؟ حضرت زهرا شهید شد، دستانو بستن، بیعت اجباری. یه بار دیگه در شورای 6 نفره گفتن ای بیعت نکنی گردن تو میزنی، دوره درگیری شد. حالا جالبه، اون کسانی که گفتن اگر بیعت نکنی گردن تو میزنیم توی شورای 6 نفره کیا هستن؟ طلحه، زبیر، اینا کسانی که بعدن تو جمال داکن علی ابن ابی طالب زوری از اون بیعت گرفته. شیخ مفید میفرماد اگر مسئله اولا بیعت امیرالمومنین هرگز زوری نبود، حالا جلوتر خود حضرت توضیح میدن که رفع اتهام میکنن از خودشون. بعد از اون طرف بیعت اجباری که چند بار این علی ابن ابی طالب رو کشوندید که زورکی بیعت بگیرید، یعنی اگر بده که خب حالا باز او متهمه. بعد عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمود بایعت و مستکرهن، فکر نکنید فقط تو حکمیت منو مجبور کردید که حالا عرض میکنه، بیعت در شورای 6 نفره هم مجبورم کردید.
منم به خاطر شرایط جامعه اسلامی. اونا که قدرتی نداشتن این شورای 6 نفره تو اون وقت. نه، شورای 6 نفره توسط حکومت وقت حمایت میشد. کسانی گذاشته بودن بیرون شورا و دستور داده بود اگر کسی اینجا مخالفت کرد گردن بزنید. این در واقع شورای 6 نفره زیر نظر مسئولین حکومت مرکزی، شمشیر زنان نیروی نظامی وایساده بود اونجا. و حضرت همچنان تنها بود. حضرت تنهاست. و معدود یارانی هم که داره قدرتی در برابر حکومت که ندارن. بله. حضرت فرمود بایعت و مستکرهن. خیلی وقتا میگن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت کرده. آقا بیعت با بیعت اکراهی فرق میکنه دیگه، خیلی روشنه. مثل اعتراف زیر شکنجه، این که اعتراف نیست، این بیعت اکراهی زیر شمشیر که اسمش بیعت نیست. و صبرت و محتسبن، صبر کردن و به همینم اکتفا نکردن. یکیشون به من گفت یا ابن ابی طالب انک لعلا هذا الامر لحریصون، چقدر حرص میزنی برای حکومت. حضرت میفرماد من گفتم که انتم احرس منی و ابعد، بابا شما حریص دارید. این که مثل این میمونه که دقیقا موضوع خلافت مثل این میمونه من نعوذ بالله برم با پیغمبر منازعه کنم که من پیغمبرم. آه پیغمبری که انتخابی نیست که. بعدم بگم ببین آقا خیلی داری حرص میزنی، مثلا این حق کسی دیگه است، واضحه. بعد شما غصب کردید، بعد غاصب به اون یکی که حقش خورده شده میگه خیلی حرص میزنی. مثل این میمونه که یه نفر بره خونه یه نفر دزدی، بعد که جذب ازر کنه توی کلانتری بگیرنش بگی خیلی حرص، خیلی آقای حریصیه ایشون، ما شما اموالشو بردی از اون جایی که میخوای سرتو بکوبیدی. بله. حضرت فرمود شما اذا طلبت و تراثی و حقی الذی جعلنی الله و رسوله اولا به، عرض کنم که خدا و رسول این حق بر من قرار دادن، ام ان شما غصب کردید، ام انتم اذ تضربون وجهی دونه، حالا میاد میزنید به صورت من و تحولون بینی و بینه شمشیر به دست که من نخوام حرف بزنم، تازه به من میگید حریص. بعد حضرت فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین. بعد آمد جلوتر، باز نگاه کنید مسئله چیه. مسئله اینه که آیا یه فلته شتاب زده بدون برنامه ریزی شده بود یا برنامه ریزی شده. حضرت می فرماد اینا چند بار حضرت فرموده اللهم انی استعدی که علا قریش، استعدی یعنی خدایا من نیرو و توان و سرباز ندارم، تو بیا با دشمنان من دشمنی کن، خدای من از تو می خوام با قریش دشمنی کنی، بیای منو کمک کنی علیه اینا. قریش پس یه نفر نیست، یک طائفه، جریان، یه طائفه است. کما اینکه حضرت فرمود که میدونید چرا اینها دوست نداشتن در شورا من به حکومت برسن؟ چون ما کان فینا من یقرأ القرآن و یعرف السنه و یدین و دین الحق. اینا اولا به قرآن علم نداشتن، سنت پیغمبر را نمی شناختن، به دین حق تدین نداشتن. فخشی القوم، این قوم، قوم کدوم قوم؟ بعدا می فهمد قریش. دیدن اگه من به حکومت برسم الله یکون لهم فی الامر نصیبون، اینا هیچی گیرشون، من کسی نیستم که بگم باشه شما منو به حکومت برسونی یه وزارت به تو یه استان به این خبرانی عواتونو دارم ابدا. دیدن من بیام قطع میشه. اتفاقا همینا حضرت رو به نظرم خوب میشناختن، برخلاف دوران بیمعرفتی اینا اتفاقا خیلی معرفت داشتن. دقیقا اتفاقا دشمنو معرفت داشتن و استفاده میکردن. این دقیقا مثل میمونه که من وقتی خواستم یه جا کسی رو انتخاب کنم، به کسی رأی بدم، از رأی برای مبصر کلاس تا ریاست یه فدراسیون تا نمایندگی مجلس تا ریاست جمهور، ببینم اینو من رأی بدم چی گیرم میاد. این خیلی خیانت به مسلمینه. شما ببینیم چی گیره جامعه اسلامی میاد. خب شما یه جای مسئولیت پیدا کنی که من رفیقم شاید یه چیزی گیرم بیاد، این خیانته، این خیانت در امانت و در رأی. و حضرت هم جلوتر به این خیانت شما، خیانت این، اینا نگاه کردن نگفتن
علی بلد نیست سلام الله علیه، علمشو نداره، توانشو نداره، تقواشو نداره، نه همه اینا هست، ما محروم میشیم. پس بهتره یکی بیاد که هوا ما رو داشته باشه. و من به شما عرض کنم در شورای شش نفر که امیرالمومنین نیومد، این آقایون پنج نفر دیگه چنان ثروتمند شدن در اون 13 سال که وقتی عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت با تبر طلاها رو تقسیم، الان طلا رو چیکار میکنن؟ طلا رو با باسکول میوه فروشا نمیکشن، با باسکولی که تریلی و کامیون میره روش نمیکشن، هر گرمش هم با 100 قسمت و 1000 قسمت میکنن. اینجوری نیست که بگن یه گرم، معیار میبرن پایین تر، حالا با تبر تقسیم میکنن. کیه؟ اینقدر زیاده که شما دیگه مثل تنه یه درخت، مثل تنه یه درخت من و شما بخوایم یه تنه درخت رو نصف کنیم که دیگه نمیبریم رو ترازوی طلا فروش، نصف کن حالا یه خورده من، اینقدر زیاده که قابل ملاحظه نی. اینا چجوری؟ بعد اسمش هم گذاشتن برکت مال مجاهد، یعنی رنگ دینی هم دادن، مجاهد سرباز اینقدر پولدار شد. توجه میفهمید؟ یعنی حضرت فرمود من میومدم اینا میدیدن به جایی نمیرسن، لذا سمت من نیامدن. هر پنج نفر زمان بعد اون 13 سال پیش از رسیدن خلافت امیرالمومنین چنان ثروتمند شدن که دیگه با پارو نمیشد طلاها اینا رو جابجا کرد. الله، کلید گنج های اینا چند شتر میشد هر کدام؟ چون ببینید اموال مسلمین رو اگر شما بخش اعظمش رو به چند نفر بخواید بدید، رانت کنید، اینقدر این زیاد میشه که دیگه اصلا نمیتونه محاسبه کنه با خراجی که اون وقت میگرفتن و مالیات هایی که از جاهای مختلف میرسید. شما حساب کنید دیگه، مثلا بودجه عمومی کشور رو 30% بدن به یه تعداد، اصلا اون دیگه نمیتونه صفرها اینا رو حساب کنه، فرصت نمیکنه که حساب این طلاها رو داشته باشه. ازش 5 کیلو طلا هم، یعنی اموال عبدالرحمن ابن عوف به محاسبه امروز چند تن طلاست، یعنی چند هزار کیلوگرم، شاید 11,000 کیلوگرم تو محاسباتی من قبلا کردم چند سال پیش، اینجوری خاطرم 11 تن طلا. از 100 کیلوش هم میبرن اصلا متوجه نمیشه اینقدر زیاده، اصلا چیزی نیست بره بخره، یعنی نمیدونیم پولو چیکارش کنه. اصلا همون دیدن این من بیام این خبرها نیست، لذا نیومدن سمت من، قبول نکردن. بعد حضرت این رو میبره سمت قریش، یعنی یک شورا هم 6 نفر نمیبینه حضرت، بلا فاصله میفرن اللهم انی استعدی که علی قریش، یه جریان کاری کردن. فانهم قطعوا رحمی، قطع رحم کردن، قطع رحم کردن یعنی حق من، و نه از قریش بودن ولی حق من رو خوردن، و این حق حق الهی هم بود. اسغوا انایی، خلاصه تا تونستن کمکاری کردن، از من بردن، عرض کنم که بهره منو کم کردن، منزلت منو نابود کردن. اجمعوا علی منازعتی، برای منازعه و درگیری با من با هم توافق و تبانی کردن. این سازماندهی شده بود، یه کار تشکیلاتی، کار برای تشکیلاتی که من به اینجا نرسم. حقی رو که من اولا بودم سلبونی، این عبارت از این که از من رو بودند، این نیست که مثلا فرض بفرمایید که الان ثبت نام کنیم برای خود رو، نه من حق اضافی بر شما دارم نه شما برای من، ولی یه وقتی که ماشین من رو ثبت نام کنن به شما بدن، آقا این مال من بود، اصلا حق نداشتین تو قرعه کشی بیاد، یعنی حق قبلا اثبات شده بود. بله، حق اثبات شده بود. بعد به منم گفتن که یا میشینی ساکت میشی یا اسبر کمدن متوخ من، یا قصدار و دل سوخته صبر کن، او مت متاسفن هنقن، یا از غم و افسوس بمیر. الله اکبر، کینه رو ببینید. من اومدم درگیر کیو حضرت داره میگه؟ سال 23 رو بعد از شورای شش نفره، حضرت یک بار با زهرای اطهر سلام الله علیها شبانه در خانه انصار مهاجر رفتن، خب یار بنزه کافی نبود و حضرت صبر کرد. دوباره سال 23، یعنی 12 سال بعد از پیغمبر اکرم تقریبا، دوباره فرمودن. من توی شرایط قرار گرفتم، دیدم از نظر حضرت خیانت شده به جامعه اسلامی دیگه، یعنی تبانی صورت گرفته. فنظرت و فاذا لیس معی رافد ولا ضاب،
دیدم نه نیرو دارم نه مدافع دارم، ولا مساعد الا اهل بیتی، کسی کمک نیست جز اهل بیتن، و اگه من درگیر بشم فظننت بهم ان الهلاك، نم اهل بیتم هم کشته میشه. اهل بیت کشته بشن یعنی حسنین کشته بشن، یعنی امامت آسیب میبینه، اتصال هدایت قطع میشه. فاقضیت علی القضا، یک بار این عبارات ما در خطبه شیخ شقیه داریم که فصبرت تو ماجرای از زهرا و فل عین قضا و فل حلق شجا، خار در چشم استخوان در گلو، دوباره تکرار شد. حضرت میخوام بفهمم شتاب زده نبود، برنامه ریزی بود. فاقضیت علی القضا و تجرعت ریقی علی الشجا، باز خار در چشم استخوان در گلو، صبرت من کظم الغیظ علی امر من الالقم، از زقوم و از عرض کنم خدمت شما گیاه القم تلختر صبری بود که من تحمل کردم، صبر کردم، تا اینکه خودتون شرایط حکومت، رویه هاش، رفتار هاش، کتک زدن هاش، جا به جای بیت المال، اینا به سمتی رفت که خودتون شورش کردید. آی مردم کوفه، نامرد مردم کوفه میخونن دیگه، خودتون شورش کردید و خودتون کشتیدش، خودتون کشتید مردم کوفه، مردم مدینه، مردم مصر، مردم بصره. اینا کسانی بودن که در واقع توی اون اعتراضات در مدینه سال 35 همه شرکت داشتن. اگر هم بخوایم بگیم کسی قاتل اصلی، حضرت فرمود طلحه و یارانش. اما شماها کیا محاصره کردن؟ مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه، این همه جهان اسلام تقریبا. بله. فرمود کشتید، ثم جئتمونی لتبایعون، اومدید پیش من بیعت کنید، من بیعت نکردم، قبول نکردم. چرا؟ چون دیدم شما میخواید ساختار رو دست بزنید، رویه رو نگه دارید، من بیام مسئول بشم ولی باز سهم فلان آقا، سهم فلان قبیله، همون آشا همون این حزب، این حزب دو تا استان، اون سه تا میخواد، اون چیکار کنه؟ بیت المال کجا رو به کی بدیم؟ بازار رو دست کی بسپریم؟ واردات و صادرات رو؟ منم که این کارو نمیخوام، قبول نکردم. تا همه سر جاش باشه. من قبول نکردم. هر چی اصرار کردید قبول نکردم. گفتید ما میخوایم بیایم تو وحدت کلمه ایجاد کنی، یک پارچه بشیم. این حرفایی که میدونن حضرت دوست داره. حضرت هم میفرمون من بیام برخلاف تمام نامزدهای انتخاباتی تاریخ، امیرالمومنین تنها کسی است که وقتی در معرض قدرت قرار گرفت، قدرتی که حق الهی بود برای او، چون من بیام مهری همسرتون رو پس میگیرم، و یعنی تهدید کرد که بدونید هم بعدن نگید من اومدم مسلط شدم، من زوری بیعت گرفتم، شما التماس میکنید. از وعده هیچ خبری نبودم، از وعده خبری نبود، وعید بود، تهدید بود. آخر سر فرمود حالا شما اونجا اومدید شروع میکنید، شاید مردم نخواهم، گفتم بیا تو مسجد ببین مسجد چه خبره. خلاصه مسجد شلوغ و پلوغ و همه فرض کنید تو فضا امروز صلوات بفرستن و با خوشحالی. حضرت فرمودن که خب من اینجوری بیعت کردم، همه بدون اکراه، من گفتم من بای عطائعن قبلت هومن، هر کسی که دلش خواست بیعت کنه من میپذیرم، تا ببینم مثلا منو میخواید یا نه. و من ابالم اکرهو، هر کم ابا کرد نخواست من اجبارش نمی کنم، برخلاف قبل. بیعت کردن با من همین طلحه و زبیر، چون حضرت میخواد تحلیل کنه. شما یه روزی گفتید قرآن بیاد ببینیم علی یا معاویه، من بگم چه بلایی سرتون اومده که به اینجا رسیدید. فرمود طلحه و زبیر اومدن بیعت کردن جز اینا، اگر اینا نمیخواستن من اینا رو اجبار نمیکرد، خودشون اومدن بیعت کردن. تا اینکه رفتن سمت بصره و اون اتفاقاتی افتاد، بعضی از یاران منو با شکنجه کشتن، بعضی‌ها رو اعدام کردن، بعضی‌ها رو مظلومانه کشتن، جمع زیادی، شاید 700 و چند نفر، قبلا اینا مفصل بحث شد. بعد حضرت فرمود که خب اون ماجرا تمام شد، نوبت به شام رسید. حالا سال 38 حضرت تا سال 37 با سرعت دارن تحلیل میکنن. فرمود خب این تیکه بحث به آیه که انشالله اگه توفیق شد و فرصت شد امروز اشاره کنیم برمیگردیم بهش، که خداوند در این آیه که خواهیم خوند میفرماند که باید مسیر سبیل مؤمنان رو رفت، راهی که مؤمنان میرن، جامعه مؤمنین ببینید چیکار دارن میکنن.
نه جامعه مؤمنین سلیقشون چیه، مال کدوم شهرن فلان، اینا روی ایمانی که دارن، ایمان این جامعه این جمع به کدوم سمت میره، بقیه هم باید به همون سمت برن. حضرت فرمود خب نوبت رسید به اهل شام، اعراب پراکنده، یعنی قبائل پراکنده، ولی اهل و طمع جفات تقام، طمعکار جفاکار برای رسیدن به مطامع دنیا هر جنایتی میکنه. یعنی حضرت میفرماد که آی شامی های اون زمان، شما فقط گول نخوردید، زمینه گول خوردنتون هم طغیانگری و ظلمتون بود، هم طمعتون، دوست داشتید به جای برسید، مثلا بشید پایتخت جهان اسلام، همه خلاصه اموال مسلمین به سمت شما بیاد، اینا همه از هر جا جمع شدن دور هم. حضرت میفرماد لیسو من المهاجرین ولل انصار، ریشه داران مؤمنان قدیمی دینشناسان با سابقه نبودن، پس راحت هم اون طمع که خلاصه خودش باعث فریبکاری میشه، آدم طمعکار میشه که گول افرادی رو میخوره. بله. از طرفی هم اینا بینشون ریشه داران مسلمان هم از انصار و مهاجر نبود، اینا راحت تر فریب خوردن، فریب خوردن و شدن یه جماعت. من اومدم شما رو باهاتون صحبت کردم، مردم کوفه یادتونه، فرستادمتون. خلاصه اونها وقتی که سختی جنگ و درد زخم‌های این نبرد بر تنشون نشست، رفع المصائب، وقتی دیدن دارن شکست میخورن، من قبل از هر جنگی چیکار میکردم؟ امیران میفهمن جوونی رو میفرستنم یه بار دو بار قرآن بخونن، قرار نبود اینا به قرآن عمل کنن. وقتی دیدن سلاح‌ها شکسته شد، بدن‌ها زخمی شد، نیروها تمام شد، قرآن به نیزه کرد. در حالی که لیسو به اصحاب دین ولا قرآن، اینا نه اهل قرآن بودن، نه دیندار بودن، اینا طمعکار بودن، اینا خیلیشون برای پول اومده بودن، بهانه بود. هر آدمی میخواد یه کاری بکنه بهانه ای لازم داره. اگر مسئله اینها خونخواهی بود، بعد از امیرالمومنین و امام حسن بعد خونخواهی میکردن، رها کردن همه چیز. بله. حضرت فرمود اینها کید و مکر به کار بردن، شما اومدید گفتید یا راست میگن که خب به قرآن عمل کنیم جنگ تمام میشه، یا دروغ بگن حجت تمام میشه. من گفتم آقا حجت این صد و چند روز داریم میجنگیم، فرصت از دست ندید، شما گوش نکردید. خلاص شما گوش نکردید و باعث شد تفرقه بشه. دو نفر قرار بود بیان حرف قرآن رو بزنن، حکم قرآن رو احیا کنن، معلوم بشه حق با کیه. حضرت اینجا فرمود اینا خیانت کردن. این دو نفر اولا دوچار تفرق شدن، دوتاشون امرؤاس و ابو موسی اشعری، یه حرف که نزدن. بله. ثانیاً از کجای قرآن همچین حرفی برداشت میشد؟ اینا رو ما، اینا بهشون امانت دادیم، مهمترین امانت و امر امت رو، که ببینید قرآن چه میگه. قرآن چه میگفت؟ قرآن میفرمود که خلیفه ای هست مشروع بیعت غیر اجباری گرفته، غیر از این که حق خلافت داره، اگر اون هم نبود حق خلافت نداشت، هم عادی مردم اومدن بیعت کردن، یه نفر یه استانداری استان الان ایام چند ماه دیگه ریاست جمهوری بشه، نفر بعدی بیاد، یه استاندار فرض کنید بگه من استانو تحویل نمیدم، معنی نداره، همه جای همه میفهمن، بی خود تحویل نمیدی. یعنی روشن بود اینا بعد از قرآن حکم استخراج میکردن که چی، باید میرفتن سراغ او رو برگردونن. اینا حرفای دیگر زدن، به چه جهت؟ حضرت فرمود اینا خیانت کردن، این اختلاف نظری که داشتن باعث شد حکم خدا رو پشت سر بندازن، تا اینکه ماجرای خوارج به وجود اومد. و این جهت هم مشابه همون جهت شورای شش نفره است دیگه، یعنی به همون دلیل حکمیت هم نتیجهش این شد. و حالا انشالله اگر رسیدیم در جلسات آتی این بحث رو به اتمام میرسیم. امروز هم نشد خلاصه حرف تمام. زیاده اگه باید بخوایم وایستیم دیگه خیلی، حالا انشالله مفصلتر و موسعتر در جلسات آتی انشالله به این مسئله بپردازیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خداوند انشاءالله شما رو حفظ بکنه برای ما. چه امیرالمومنینی که آن رازگونه ای که در عالم هر آن چه هست یا نیست یا همیشه ترین وامدار اوست، همه زیر سایه او هستیم، انشاءالله این سایه مستدام باشه سرم. صفحه 97 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. عزیزانم آیات
114 تا 121 سوره مبارکه نساء رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. انشاءالله بهترین برکات در این روزها و شبهای ماه رجب نصیبتون بشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. خیلی التماس و دعای ویژه گفتن خواسته برای شفای مرزا. اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله خدمتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در این صفحه مبارکه یکی از آیات بسیار مهم که همه آیات مهم هستن آیه 115 همه. حضرت حق جل و علا می فرماید که و من یشاقق الرسول، اگر کسی می خواد با پیغمبر درگیر بشه، مخالفت کنه و این کارو بکنه، من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم. این یکی از در واقع کلیدهای مهم ارتباط مسلمان‌ها با بقیه است. حضرت حق در اوج اقتدار و قدرت که همه عالم در واقع بخوان یا نخوان منقاد و مطیع او هستند و کسی
در برابر او توان یا خلاصه کاری نداره، میفرماد که اگر کسی براش در واقع تبیین صورت گرفته بود، پیغمبر رو شناخته بود، اون وقت رفت مخالفت کرد، ما او رو نسلهی جهنم. یعنی تا وقتی که تبیین صورت نگرفته، کسی حقانیت اسلام رو متوجه نشده، ما برای قیامت هم با او کاری نداریم. سر این که قبلا عرض کردیم، امیرالمومنین در نامه‌ای که نوشته بودن به محمد ابن ابی بکر در مصر فرمودن با غیر مسلمان‌ها و حتی کفار کاری نداشته باش، با بت پرست ها حتی کاری نداشته باش، کاری بهشون نداشته باش، مگر اینکه با ما در صدد جنگ و اینا باشن، بله برخورد میکنیم. تا وقتی بفهمن حق رو بشناسن برگردن. برای قیامت هم معرفته که مهمه. لذا ما نسبت به حتی غیر مسلمین، خدا میفرماید اگر براشون معرفت شناختن، معرفت اتفاق نیفتاده باشه، اینا اگه درگیرم بشن یا مخالفت کنن یا مثلا محبت نداشته باشن، ما با اینا کاری نداریم. بعد جالبه که اگر تبیین صورت گرفت، دو کار نباید بکنن. یکی این که نباید با پیغمبر مخالفت کنن، و یکی نباید به غیر راهی که مؤمنان رفتن برن. یعنی جامعه اسلامی رو نگاه کنن، جامعه ایمانی رو نگاه کنن، اونطوری باید. اگر حق و شناختی، باید مطیع پیغمبر باشی و به مسیر مؤمنان بری. باید ببینیم ما حرف هامون به نفع جامعه مؤمنانه یا به نفع یا به ضرر جامعه مؤمنان. جامعه مؤمنان هم وقتی خداوند میفرماد، یا نه اینی که مسلمانایی که هر عادت و قومی قبیله‌ای و آداب و سنن خودشونو به اسم اسلام بگن، اون خلاصه اجتماع و مسیر و سبیلی که مؤمنانه از راه ایمانشون به اسلام برداشت میکنن، شما هم مسیر رو برید. یعنی وحدت بر سبیل ایمان در واقع، و اگر هم اینطوری نیست کاری با شما نداره، و در واقع وعده جهنم به کسی است که حق رو شناخته و انکار کرده، نه کسی که تلاش کرده و حق رو نفهمید. بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت عزیزانمون. مطالب و محتوایی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه به تفکیک کارشناسان هم در سایت ما هست، هم در کانال ما، دوستان عزیزم میتونن مراجعه بکنن اونجا و بهره مند بشن. کانال ما در سروش و ایتا. آجای کاشانی دعا بکنید و انشالله عزیزانمون آمین بگن و قراره که به امیر المؤمنین سلام و صلوات بفرستید. خدا رو قسم میدیم به برکت امیر المؤمنین سلام الله علیه و به محبت امیر المؤمنین به حضرت زهرا سلام الله علیها و محبت حضرت زهرا به امیر المؤمنین سلام الله علیهما، محبت رو در دل خانواده های ما، در دل زن و شوهرها، فرزندان و پدر مادرها روز به روز زیادتر کنه و خانواده های ما، خانواده های ولایی، برای انشاءالله درک ظهور دولت مهدوی بشن انشاءالله. انشاءالله و انشاءالله محبت امیر المؤمنین و این بهشت عشق حضرت در دلهای ما همیشه مستدام باشه و ما هم انشاءالله در اونجا ساکن. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. با دل و جان سلام بکنید به امیرالمؤمنین و صلوات بفرستین که لذتی بهتر از این نیست. فردا هم انشاءالله با حضور عزیز دلمون حاجی تراشیون با موضوع هنر خوب زیستن انشاءالله مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. متشکرم ازتون حاجی کاشان. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته
و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا